با صمیمانه ترین درودها، حسین حجازی هستم در غیاب دوست و همکار عزیزمون جناب حسین فرجی در خدمتون خواهم بود با پوزش از تأخیر و گرفتاریایی که این تکنولوژی ایجاد میکنه. بعضی وقتا که ما الان حدود 8-9 دقیقه از وقتی رو که وقت 50 دقیقه ای رو که داریم از دست دادیم، من از مقدمه میگذرم برای اینکه راجع به مسائل داخلی امریکا، مسئله اوکراین، ضد و نقیض هایی که بین صحبت های و تهدیدات آقای پوتین هست و همچنین صحبت هایی که امروز وزیر دفاع امریکا کرد و همچنین وزیر خارجه امریکا و بسیاری از افشاگری هایی رو که در هنگام حمله به جزایر کریمه این افشاگری ها انجام نشد، ولی روسیه در حالی که میگوید ما داریم نیروهامون رو عقب میبریم، نه تنها عقب نبرده، حتی 7000 نفر دیگه به 150000 نیرویی که اونجا داشته اضافه کرده. گفته میشه که اگر این حمله صورت بگیره ما شاهد یک جنگ بی امان و کشتار و خونریزی وحشتناکی خواهیم بود که میبره ما رو به سمت و سوی شرایطی مثل جنگ دوم جهانی، که امیدواریم این موضوع اتفاق نیفته. مسئله پایین بودن محبوبیت آقای بایدن و معاونشون خانم کاملا هریس موضوع دیگری است که دموکرات ها به شدت نگران هستند که در انتخابات میان دوره ای این مومنتوم رو از دست بدن و در واقع هم مجلس نمایندگان و هم مجلس سنا رو از دست بدن و اکثریت کامل بیفته به دست جمهوری خواهان و طرفداران پروپاقرص آقای دونالد ترامپ. خب همونطور که عرض کردم فرصتی نیست برای مقدمه‌ای که معمولا من شروع میکنم برای جوش صحبت میکنم، برای اینکه وقتی کافی لااقل برای بقیه برنامه باید داشته باشم که با جناب دکتر رضا مریدی گفتگو بکنم. آقای دکتر مریدی، معرف حضور شما بینندگان برنامه و به طور کلی هموطنانمون هستند. من احتیاجی به معرفی ایشون ندارم، فقط خیلی مختصر اشاره میکنم که به اصطلاح بیوگرافی ایشون. دکتر مریدی در 10 اکتبر 2007 موفق شد با گرفتن، البته فعالیت های دکتر مریدی برمیگرده به سابق، ایشون در ارومیه در آذربایجان غربی دنیا میان، تحصیلات دوره ابتدایی و راهنمایی هم در این شهر انجام میدن، دوره متوسط را دبیرستان البرز بودن که هم دبیرستانی ما بودن، پس از آن مدرک لیسانس خودشون رو در رشته فیزیک دریافت میکنن. ایشون برای تکمیل تحصیلات خودشون به انگلستان میرن و مدرک فوق لیسانس تکنولوژی و دکترای فیزیک رو از دانشگاه برونل دریافت میکنن. دکتر مریدی در سال 1976 به تهران برمیگردن و اونجا مشغول تدریس میشن در مدرسه عالی دختران، مشغول کار و تدریس میشن و سابقه تدریس در سایر دانشگاه های ایران هم دارن. دکتر مریدی در سال 1990 به همراه خانواده عازم کانادا میشن، اونجا مهاجرت میکنن و بعد از مدتی اقامت در تورنتو از سال 1991 در شهر ریچموند هیل سکونت میکنند. ایشون مدتی معاون سازمان حفاظت اشعه کانادا بود، اشعه‌ای کانادا بودند. دکتر مریدی در 10 اکتبر 2007 موفق شدند با گرفتن اکثریت آرا، یعنی 48% به عنوان نخستین نماینده ایرانی وارد مجلس اونتاریو بشن. پس از انتخاب ایشون رسانه‌های کانادایی پیروزی او رو یک دستاورد تاریخی خواندند. از آنجا که اونتاریو به عنوان بزرگترین و پرجمعیت ترین استان کانادا شناخته میشه، راهیابی به مجلس قانونگذاری این استان بسیار حائز اهمیت هست. این خلاصه ای بود که بعدن
آقای دکتر مریدی به وزارت هم میرسند و همونطور که عرض کردم برای اینکه ما بخوایم بیوگرافی کامل ایشون رو اینجا توضیح بدیم، کل برنامه رو، وقت برنامه رو باید اختصاص بدیم به این کار. از راهی دور خدمتشون سلام عرض میکنم و سپاسگزارم از شرکتشون در برنامه و گفتنی های فراوانی که دارن برای شما بینندگان عزیز. دکتر مریدی سلام میکنم خدمت. سلام و درود خدمت شما جناب اجازی و همینطور خدمت تمام بینندگان برنامه شما و عرض سپاس از جناب عالی برای معرفی بسیار مفصلی که از بنده به عمل آوردید. یک دنیا سپاسگزارم. دیگه اون مختصرترین نحوه بود دکتر. ممنونم از لطف و بزرگواریتون. من میخوام سوال اولم رو خدمتتون عرض بکنم در مورد این پولهای کلانی که عده‌ای سارق میتونم بگم و کسانی که از ایران یعنی مقامات جمهوری اسلامی که پولهای کلانی رو از مملکت ما به تاراج بردن و آمدن و در کانادا و مخصوصا استان اونتاریو و اطرافش در نقاط مختلف قصرها و زندگی‌های اشرافی واسه خودشون درست کردن و خاطره‌ای هم دارم که خدمتتون عرض خواهم کرد اگه فرصت بشه در این مورد، در سفری که من داشتم به مونتریال. ممکنه توضیح بدید که این داستان به کجا داره می‌انجامه؟ آیا واقعاً دولت‌های کانادا در این زمینه روشون برگردوندن و نخواستن ببینن که چه واقعاً ثروتی از مردم ما دزدیده شده و آمده به کانادا؟ عرض کنم که جناب اجازی در عرض این 43 سال اخیر مخصوصا در از زمان آقای احمدی نژاد به این طرف ثروت زیادی از طریق فروش نفت آید ایران شد. در زمان احمدی نژاد اینطور که صحبت میکنن ظاهرا چیزی در حدود 800 میلیارد دلار ایران نفت فروخت و این رقم بیشتر از رقمی است که از ابتدای استخراج نفت در ایران تا اون موقع ایران تونسته بود بفروشه. این 800 میلیارد دلار پول عملاً حیف میل شد و در بین بخشی از اعضای به اصطلاح رده بالا یا پایین‌تر رژیم چاپیده شد، دزدیده شد و اختلاس‌های بسیار بزرگی که ما شاهدش بودیم در ایران، بعضی از اینها رو خودشون بردن در ایران، ظاهرا دادگاهیشون کردن. بعد آقای خامنه‌ای اومد در یک موردی گفتن که حالا زیاد کشش ندید و اینا همه در واقع برمیگرده به همون ناکارآمدی و فسادی که در تمام درون این رژیم رو از پایین تا بالا گرفته. پولهای کلانی رو اینا دزدیدن و خب این ثروت عظیمی رو که به دست آوردن طبیعتا اینا در ایران نگه نداشتن و این ثروت رو در کشورهای مختلف دنیا منتقل کردن، به کشورهای مختلف دنیا من جمله کانادا. کانادا تنها کشوری نیست که این پولها بهش سرازی شده. در استرالیا مثلا میگوین که آقای قالیباف در استرالیا یک کاخ خیلی بزرگی دارن، حالا بنده که نرفتم ببینم ولی خب صحبت ها زیاد هست و حالا تنها اونجا نیست، در مالزی هست، سنگاپور هست، امریکا هست، کانادا هست، کشور اروپایی هست، همه جا بردن اونجاها که دستشون میرسید. دکتر موردی ترکیه هم هست بردن. ترکیه اون رقم بزرگی که رفت به ترکیه. بله ترکیه هم همینطور، ترکیه هم همینطور. و غیر از زعمای رژیم جناب حجازی، افراد به اصطلاح درجه دو درجه سه که از این ریخت پاشا به هر حال به آلاف الوفی رسیدن، خب اینها میشنویم که در تهران، در شمال تهران قصدهایی ساختن که اون قصدها احتمالا در لس آنجلس و تورنتو هم مشابهش نیست، اگر باشد بسیار نادره. خب این پول ها از کجا اومده؟ این پول ها در واقع پول ملت ایران هست، در حالی که همون تهران یک کمی از خیابون شارزای سابق اگر یک کسی بیار یه خود پایین تر به سمت مرکز شهر یا جنوب شهر تهران فقر و فلاکت رو به چشم خودش خواهد دید، ولی اون سمت شمال مردم غرق در ناز و نعمت هستند، در قصه های اونچنانی زندگی میکنن، مراکز خرید اونچنانی دارن، رستوران های اونچنانی هست. بنابراین اینا واقعا مملکت چاپیدن و پولش رو
در ایران حداقل خرج نکردن، آوردن اینجا در کشورهای خارجی اونجاها که دستشون میرسیده. و کانادا هم بله، در کانادا هم آوردن اینجا. ما میبینیم بعضی از این تازه به دوران رسیده های جمهوری اسلامی که ثروتمند شدن، ثروت های اونچنانی آوردن، میان خونه های نقد میخرن، خونه های بزرگ میخرن و زندگی خوبی دارن. بعضی هاشون اینجا ساکنن، بعضی خانواده هاشون در کانادا ساکنن، خودشون رفت آمد میکنن و در شهر تورنتو، در شهر ونکوور، در مونتریال و شهرهای دیگر، بیشتر در ونکوور هستن و همینطور در تورنتو. اینه که متاسفانه وضعیت بسیار ناگواری هست. این مملکت رو به چوب حراج گذاشتن حقیقتا. اموال و داراییاش رو هر کسی هر چقدر که میتونه میدوسته، مثل اینکه در این چپاول و اختلاس بین زعما مسابقه است و جای واقعا تاثیره. دکتر موریدی، من با فرزندم چند سال پیش سفری داشتم به تورنتو که بسیاری از بستگان من اونجا هستن، و بعد رفتیم به مونتریال. در مونتریال یک، الان دقیقا یادم نیست اسم اون رستورانی که یک ساندویچ خیلی معروفی داره و به اصطلاح رستوران خیلی شیکی هم نیست، ولی همیشه یه صف چند صد نفری وایسادن که برن توی اون رستوران. وقتی که ما وارد رستوران شدیم، رسیدیم به اون کسی که به اصطلاح راه میداد تو و میز میداد به افراد، نگاه کرد اون فردی که مسئول بود، گفت شما ایرانی هستید؟ گفتم بله. گفت که خب من به یک گارسون یا ویتر ایرانی که اینجا هست میگم که از شما حسابی پذیرایی کنه. ما رفتیم نشستیم و این دوستمون ایرانی آمد نشست سر میز ما. خود این آدم هم آمد ملحق شد. خیلی خلاصه بکنم، در آمد گفت شما ایرانی ها محبوب، یعنی نه ایرانی ها، دولت ایران محبوب به اصطلاح سیاست ها و دولت های کاناداست، برای اینکه شما پولی رو که میارین تو این مملکت، این رژیم میفرسته تو این مملکت، واقعا بی نظیره و از این بابت ما باید از این رژیم جمهوری اسلامی تشکر بکنیم. این خاطره ایست که من در مونتریال دارم از اون رستوران و از اون برخوردی که داشتیم با این آدم. بله همینطور، پولهای کلانی رو آوردن و هنوز هم میاد. این پولها ثروت ملت ایران است که از ایران خارج میشه. خدا میدونه چندین میلیارد دلار ثروت ایران الان در کشورهای خارجی است و خب بخشی از اون هم سهم کانادا شده و آوردنش کانادا. بنابراین گرچه دولتهای کانادا و دولتهای غربی برای نقل انتقال پول قانونها و قوانین خاصی دارن، بنابراین به این سادگی هم نمیشه پولهای نقد، مثلا پول نقد نمیشه آورد اینجا. ولی خب اینا راهاشو بله در جناب حجازی میبرن، این پول رو در جاهای دیگری پولشویی میکنن و بعد از طریقهای مختلف ظاهرا قانونی به هر حال منتقل میکنن. دکتر موریدی، شما با لیبرال ها هستید، در حزب لیبرال هستید در کانادا. آیا هر دو حزب و هر دو دولت کانادا در واقع روشون بر میگردونن به این اختلاس ها و این پولایی که میاد به کانادا و خب نگاه میکنن به منافع کشور کانادا و میخوان که سرمایه بیاد اونجا، یا این که واقعا تفاوت هایی هست بین روش دوتا حزب؟ هیچ تفاوتی نیست. ملاحظه بفهمه جناب اجازی، در کانادا به همین طور در کشورهای غربی انتقال سرمایه یک امر کاملا طبیعی هست. در همین کانادا بزرگترین سرمایه گذاری یا سرمایه که میاد در همین استان اونتاریو در قاره آمریکا بعد از کالیفرنیا رتبه دوم داره. یعنی در واقع کالیفرنیا در قاره آمریکا در بین 50 تا ایالت در امریکا و 10 تا استان در کانادا که میشه 60 تا در واقع کشور نیمه مستقل یا نیمچه مستقل، کالیفرنیا در رتبه اول هست در جذب سرمایه های خارجی یا پول های خارجی و اونتاریو در این رتبه درجه دوم رو داره در بین این 60 به اصطلاح منطقه خودمختار یا نیمه مستقل.
و کشورهای غربی در اروپا به همین سبکه، اینها تشویق میکنن سرمایه‌گذاری خارجی. خب کانادایی ها هم خیلی در امریکا، در آلمان، در فرانسه، انگلیس سرمایه‌گذاری های خیلی خیلی بالایی دارن و مرتب سرمایه نقل انتقال پیدا میکنه و سیستم مستقلی از دولت هم هست که این انتقال سرمایه رو به اصطلاح کنترل میکنه، به خود سیستم بانکی رو کنترل میکنه. علال خصوص در کانادا سیستم بانکی فوق العاده تحت نظارت دولت هست به واسطه یک سازمان کاملا مستقل. ولی همانطور که عرض کردم اینها کاراشون رو بلدن، وکیلایی هست، کسان متخصصی هستن که به اینها کمک میکنن با ابزارهای خاصی که دارن این پولها رو از طریقها و مسیرهای قانونی نقل مکان میدن و به طوری که اگر کسی هم بخواد برای اینا شکایتی رو مطرح بکنه، خب میبینن که بله همه چیز بر مبنای اصول و قانون انجام شده، از فلان بانک به فلان بانک منتقل شده پول و اینا به راحتی این نقل انتقال انجام میدن. تنها کانادا نیست، امریکا هم همینطوره، در کشورهای اروپایی مالزی، سنگاپور و جاهای دیگر هم عیناً همین وضعیت هست. اینه که متاسفانه وضعیت جالبی نیست، ولی در این حال هم خب نقل انتقال سرمایه مثل نقل انتقال انسان ها، چطور مردم مهاجرت میکنن بین از این کشور به اون کشور، امریکا به کشور مهاجرپذیر است، کانادا و کشورهای اروپایی هم به همین ترتیب، سرمایه هم اتفاقا تشویق میکنن سرمایه گذاری رو، کشورهای اروپای غربی سرمایه گذاری خارجی رو تشویق میکنن و این یک مسیر دو طرفه هست. در واقع من خاطرم از موقعی که مسئولیت وزارت آموزش عالی و پژوهش های علمی رو در اونتاریو به عهده داشتم، صحبتی شد که بیشترین متخصصان اونتاریو مهاجرت میکنن به کانادا و این رو یک نوع به اصطلاح نقص میشمردن برای اونتاریو و کانادا که ما نمیتونیم دانشمندان و متخصصی به خودمون اینجا نگه داریم. بعد یه به اصطلاح طرحی رو ما کنکرنس کردیم، بررسی شد، مطالعه شد و دیدن که نه، اتفاقا مسیر برعکس از بیشتر متخصصی و تحصیل کرده های امریکایی میان کانادا و من از اون موقع دیدم که نه، این مسیر واقعا در کشورهای آزاد و دموکراتیک مسیر تخصص ها، مثلا انتقال تخصص ها از یک کشور به یک کشور، انتقال پول از یک کشور به یک کشور کاملا امر طبیعی است و قوانین خاصی البته حاکم است بر این امر، ولی چیز خارق العاده ای هم نیست که بخواد چیز غیر منتظره یا غیر اصولی باشه. و این چپاولگران، اخلاصگران ایرانی هم از این قضیه استفاده میکنن. آقای دکتر مریدی، باید به چپاول پولی، به چپاول معنوی و فرار مغزها از ایران هم اشاره کرد. کم نیستن شخصیت های برجسته ایرانی که با شرایط نامناسب و وضعی که در ایران هست با بهترین به اصطلاح سرمایه های علمی آمدن به امریکا و کانادا و سایر کشورهای اروپا. این هم یه لطمه دیگری است که این رژیم روی تمام لطماتی که به مملکت وارد کرده داره وارد میکنه و ادامه داره. کاملا صحیح میفرمایید جناب حجازی. با الان 10% جمعیت ایران از ایران فراری شدن، 10% رقم بسیار بزرگی، از 8 میلیون، از 80 خورده میلیون ایرانی در کشورهای مختلف دنیا، از جزایر کوچک بگیرید تا کشور بزرگی مثل امریکا، پراکنده هستیم که در بین اینها اکثریتشون افراد تحصیل کرده متخصص هستند. بنده اخیرا یک پوستر دیدم، به طنز بود البته، نوشته بود که در 22 بهمن یک نفر از تبعید آمد، 8 میلیون انسان به مهاجرت رفتن و این در واقع خلاصه از انقلاب ایران بود که منظورش رابطه آقای خمینی بود که از تبعید اومدن، ولی در مقابل 8 میلیون ایرانی مجبور شدن که از مملکت خودشون خود تبعیدی بکنن، از مملکت خودشون مهاجرت کنن به دیارهای دیگر، در حالی که ایرانیان همونطور که هممون میدونیم ما ملت مهاجری نبودیم. ایرانیان قبل از انقلاب سال 79 یا 1357 خودمون کمتر ایرانی بود که در خارج از ایران مقیم باشه، ساکن باشه، کمتر ایرانی بود. شاید در امریکا بیش از، شاید چه میدونم، 30-40 خانواده نبودن، ولی خب الان ببینید در امریکا حداقل 2-3 میلیون ایرانی زندگی میکنن. الان در اون خیابون معروف تورنتو سر تا سر ایرانیانی هستن که کسب و کاری دارن، مغازه دارن، فعالیت دارن و
تعدادشون در سایر نقاط کانادا و امریکاش، من گاهی وقتی که به دور افتاده ترین و کم جمعیت ترین نقاط امریکا مسافرت کردم، اونجا ایرانی بوده، ایرانی فعال، ایرانی که واقعا اونجا به عنوان یک فامیل سرشناس داره زندگی میکنه و در واقع اینها سرمایه هایی هستن که آمدن و به جای اینکه خدمت بکنن به اون مملکت، اینطور آواره شدن. بعد این رژیم که 100% صحبتی که با زنده یاد آقای ایرج پزشکزاد همیشه داشتم، ایشون میگفتن که اینی که باید یه کاری بکنیم که دین از سیاست جدا بشه در ایران، این حرف باطله، برای اینکه اسلام یک دین 100% سیاسی است و لاغیر، و این رو نمیشه در واقع سیاست رو با حکومت اونجا از هم جدا کرد، تفکیک کرد. یعنی مسئله دموکراسی و دین اسلام با هم دیگه هیچ گونه ارتباطی ندارن. اگه اجازه بدین ما چند دقیقه بریم به پیام‌های بازرگانی تلویزیون که رگ زندگی تلویزیون هست، گوش بدیم در خدمتتون و بعد برگردیم و من بقیه سوالاتم رو خدمتتون مطرح کنم. هم میهن گرامی، به آگاهی میرسانیم که بانو حاله نظری در پی درگذشت مادر گرامیشان خانم مریم حسینی به سوگ نشستند. مادر و مادر بزرگی از این جهان فانی پرکشید و فرزندان و نوه‌هایش را از یک جهان عشق و مهربانی خدایی محروم کرد. اما نوای گرم لالایی او هرگز از یاد نمی رود. ضمن همدردی با بانو حاله نظری، مراتب تسلیت خود را به خانواده های گرامی نظری، حسینی و بویژه خاندان شجره ابراز داشته و برای بازماندگان و وابستگان آرزوی صبر و شکیبایی داریم. یاد مادر عزیز از دست رفته بانو مریم حسینی گرامی و روانش شاد باد. یک وکیل یک ایالت. دکتر مونا دلدار، برگزیده انجمن ملی وکلای حقوقی آمریکا به عنوان صد وکیل برتر، منتخب انجمن وکلای استثنایی به عنوان وکیل عالی، انتخاب شده انجمن متخصصین به عنوان بهترین وکیل، و سرانجام برگزیده کانون وکلای تصادفات کالیفرنیا به عنوان 10 وکیل برتر این ایالت. شما هم برای گرفتن حق قانونی خود، دکتر مونا دلدار از بهترین وکلای تصادفات کالیفرنیا را که در تمام پرونده ها پیروز بوده از کنار خود داشته باشید. تلفن 844-688-9740. جواهری پارس با مدیریت مسعود افلاطونی، شنبه ها و یک شنبه ها ساعت 13 به وقت لس آنجلس، تکرار برنامه چهار شنبه ها ساعت 15، 818-344-5050، 818-377-31، از شبکه جهانی تلویزیون پارس. برای تماشای تلویزیون ما نیازی به ماهواره ندارید. شبکه ما را می توانید از طریق تمامی پلتفرم های ریل ویز در هر کجای دنیا که به اینترنت دسترسی دارید تماشا کنید. اگر دیدن برنامه ای را از دست دادید، می توانید با مراجعه به آرشیو 72 ساعته ریل ویز برنامه مورد علاقه خود را پیدا کرده و تماشا کنید. ریل ویز، پل ارتباطی شبکه ما با شما.
با نصب اپلیکیشن جدید نگاه بر روی تلفن و تبلت های اپل و اندروید خودتون میتونید به تمامی سرویس های جی ال ویز از جمله کتابخانه دیجیتالی اون دسترسی داشته باشید. اون هم به صورت رایگان. کتابخانه نگاه حاوی 10,000 جلد کتاب در ژانرهای مختلفه که هم به صورت پی دی اف و هم به صورت شنیداری در اختیار شماست. برای صرفه‌جویی در مصرف اینترنت شما میتونید کتاب‌های دلخواه خودتون رو زمانی که به اینترنت دسترسی دارید دانلود کرده و در فرصت مناسب استفاده کنید. برای دسترسی به این آرشیو ارزشمند به اپ استور تلفن و یا تبلت خودتون مراجعه کرده اپ نگاه موبایل رو نصب کنید. اکنون میتونید با کلیک کردن بر روی قسمت کتاب از بین 10 ژانر محبوب کتاب مورد علاقه خودتون رو پیدا کنید. نگاه تیوی، نگاهی جدید به مدیای فارسی. هم اکنون آخرین نسخه جی ال ویز برای تلفن و تبلت های هوشمند سامسونگ، آن هم به صورت رایگان در اختیار شما می باشد. برای نصب جی ال ویز بر روی تلفن های سامسونگ در قسمت گلکسی استور تلفن خود جی ال ویز را پیدا کرده و نصب کنید. اکنون می توانید صدها کانال زنده و میلیون ها ساعت فیلم و سریال را به صورت رایگان تماشا کنید. هم اکنون می توانید تمامی فیلم ها و سریال های ایرانی در حال پخش از داخل ایران را در کانال ایران پراود تی وی تماشا کنید. ایران پراود تی وی روی ماهواره ترکمن آدم همجهت با یاسات، فرکانس 11221 وی 27500 FEC 23. بیزنس شما نیاز به مشتری دارد و مشتریان شما بینندگان ما هستند. ما با هزینه کمتر از $1,000 در ماه تبلیغات شما را در هر استان و یا شهری پخش می کنیم. آگهی خود را به جی ال ویز بسپارید و با خیال راحت شاهد رشد بیزنس خود باشید. دنیایی از کانال‌های تلویزیونی، فیلم، سریال و برنامه‌های پربیننده برای همه پلتفرم‌ها در هر کجای جهان. جی ال ویزی شدن به همین راحتیه. بینندگان گرامی، در خدمت جناب دکتر رضا مریدی هستم. در این برنامه در فرصت کوتاهی که به پایان وقت مونده سوالات فراوانی دارم که امیدوارم بتونم جوابهای فشرده از ایشون بشنوم که همه رو در حد امکان به صلاح امریکایی‌ها کاور بکنیم یا پوشش بدیم. آقای مریدی، در مورد این راهبندانی که روی پل امباسادور صورت گرفت که گفته شد که تنها به اقتصاد امریکا روزی 500 میلیون دلار به ضرر وارد شد و در واقع انتقاداتی که از آقای ترودو شد در این زمینه که چرا اقدام سریعتری نکردن، ولی به هر حال تونستن با استفاده از اون قانونی که سالیان قبل فکر کنم 1988 وضع شده بود، قانون شرایط اضطراری اگر درست ترجمه بکنم، تونستن با کمک نیروهای لازم این راهبندون رو تعطیل یعنی جمع و جور بکنن و به اصطلاح بعضی از سناتورهای امریکایی هم که سعی میکردن تحریک بکنن کامیوندارای امریکایی رو در امریکا، تیرشون به سنگ خورد. داستان چه بود و الان شرایط به چه گونه است؟ عرض کنم که جناب اجازی، همونطور که اشاره کردید این پل امباسادور یا پل سفیر بین استان اونتاریو و ایالت میشیگان در امریکا یکی از مراکز بزرگ رفت آمد کالا بین به اصطلاح اونتاریو و میشیگان یا بین کانادا و امریکا هست و بیشتر این کالا هم قطعات اتومبیل هستن، ولی که اونتاریو در واقع بزرگترین مرکز قطعه سازی اتومبیل هست و میشیگان خب بزرگترین مرکز اتومبیل سازی و مونتاژ اتومبیل در قاره آمریکا و بعضی از قطعات اتومبیل حتی گاهن اینطور که من شنیدم چندین بار بین میشیگان و اونتاریو
رفت آمد میکنه اون قطعه، یه قسمتش رو در اونتاریو به اصطلاح درست میکنن، قسمت بعدش میره به میشیگان، دوباره برمیگرده به اونتاریو تا تبدیل میشه به یک قطعه کامل که بعدا خود منتقل میشه به کارخونه های مونتاژ و اتومبیل ساخته میشه. بنابراین واقعا یکی از شاره های بسیار مهم اقتصادی بین امریکا و کانادا هست و روزی 400 میلیون دلار از روی این پل کالا رد بدل میشه بین دو کشور. اونایی که اومدن این حرکت رو انجام دادن، کامیوندارها به اصطلاح یا رانندگان کامیون، بعد اینطور عرض کنم رانندگان کامیون ها، اعتراضشون به محدودیت هایی بود که راجب این در ارتباط با کووید، با ویروس کرونا دولت کانادا برقرار کرده، ظاهرا این بود. ولی عملا در پشت قضیه به نظر من و خیلی های دیگر یک جریان سیاسی دیگری، یک جریان سیاسی یا یک حرکت دیگری پشت سر این قضیه بود. چرا که در کانادا حدود 90% مردم، من جمله 90% رانندگان کامیون، این واکسن رو زدن و حاضرن که به اصطلاح این قوانین و مقررات بین مرزی رو در مورد واکسن کرونا رعایت بکنن. و این 10% در واقع رقم بسیار کمی هست از نظر اعتراض کامیوندارها به طور کلی. حتی اتحادیه رانندگان کامیون هم اومدن گفتن که ما کاری به اینها نداریم و اینها از سر خود خودشون این کار کردن، 90% اعضای ما مشکلی ندارن. ولی بعدن مشخص شد که این برنامه تنها خود رانندگان کامیون نیستن. در عرض یکی دو روز اول مشخص شد که حدود 10 میلیون دلار پول برای اینها از اعانات از مردم جمع شده. این روز بعدش مشخص شد که حدود 60-70%، نزدیک 60% این رقم رو از امریکا منتقل کردن، امریکایی پرداخت کردن، اهدا کردن و مقادیر زیادی هم از کشورهای اروپایی، ولی بیشترین رقم از امریکا بوده، دومین بیشترین رقم از خود کانادا و بقیه از کشورهای اروپایی. معلوم بود که یک جنبشی پشت این داستان هست و هدفشون ظاهرا این بوده که دولت رو مثلا در خیلی تنگنا قرار بدن. غیر از اون پل به اصطلاح معروف صفحه امبسادور، در شهر اتاوا خیابون‌ها رو با کامیون‌ها اشغال کردن، در بعضی شهرهای دیگر همین کار کردن و نهایتا همانطور که اشاره فرمودید پلیس به اصطلاح اینها رو جمع کرد چند روز پیش از این و این پل در واقع از کامیون هایی که اونجا متوقف شده بودن پاک شده و الان رفت آمد جاریه. دکتر موردی، در فرصتی که باقی مونده میخوام بپردازم به ماجرای ساقط کردن هواپیمای اوکراینی توسط جمهوری اسلامی و فعالیت هایی که در کانادا و به خصوص در تورنتو خانواده ها و بازماندگان بیگناهی که مورد حمله قرار گرفتن و جانشون رو از دست دادن، جانهای جوان و پر از آرزویی که سرمایه های کشور ما بودن پرپر شدند و از بین رفتند، در این زمینه فکر میکنم که حزبی که شما عضوش هستید فعالیت شایان توجهی داشته. آیا این فعالیت ها کافی است؟ آیا علارغم تمام این مدارک و اسنادی که روز هر روز و هر دقیقه و هر ثانیه داره منتشر میشه که رسوا کننده این حکومت و جنایات این حکومت هست، واقعا فکر میکنید که این گونه اقدامات کافیه یا بیشتر از این باید اقداماتی بشه از طرف دولت های مثل دولت کانادا، دولت اوکراین و کسانی که مردم ما در ایران، بازماندگان این افراد در تهران و در سایر نقاط کشور؟ جناب اجازی، همونطور که اشاره فرمودید این حادثه واقعا یک فاجعه بسیار بسیار دردناکی بود. تا حالا همچین فاجعه در هیچ جای دنیا اتفاق نیفتاده که یک دولتی هواپیمایی رو در بالایش به اصطلاح پایتخت خودش با 3 تا موشک پشت سر هم، با 2 تا یا 3 تا موشک
این رو به اصطلاح ساقط بکنه برای بدون هیچ دلیل منطقی. و طی این فاجعه همونطور که اشاره فرمودی 176 انسان بیگناه جان خودشون رو از دست دادن، 57 نفر از آنان کانادایی بودند و تعداد زیادشون از همین بزرگ شهر تورنتو بودند. واقعا جای بسیار بسیار تأسف و تأثر هست و خانواده ها به مرسی که این حادثه رو به اصطلاح ما در تورنتو به اصطلاح متوجه شده بودیم که اکثر اینها هم جوان ها هستن، بچه ها هستن و زن ها هستن. در واقع خانواده های کانادایی در همین بزرگ شهر تورنتو اغلب از این ایام کریسمس استفاده کرده بودن و خانواده ها رو فرستاده بودن، خانواده هاشون و بچه هاشون رو که برن ایران خانواده هاشون رو ببینن و برگردن، خودشون اینجا موندن و خب اینا همه تون هواپیما بودن و از بین رفتن متاسفانه. بعد از اینکه این حادثه اتفاق افتاد، دو سه روز بعدش ما در شهر تورنتو در همون سرمایی به اصطلاح بسیار شدید شهر تورنتو در روز ده یازده ژانویه، دو سه روز بعد از این فاجعه، یک تظاهرات بزرگی در یکی از میدانهای بزرگ شهر تورنتو که مرکز ایران نشین هم هست، شما حتما خاطرتون هست میدان ملسمن اسمشه، برنامه اونجا ترتیب دادیم که حدود شاید 3-4 هزار نفر حداقل از هموطنان و سایر کانادایی حضور داشتن. شهردار تورنتو رو دعوت کرده بودیم، به اضافه حدود 17-18 نفر از وزرا و نمایندگان پارلمان در اونجا حضور داشتن. برنامه بسیار باشکوهی شد برای تجلیل از این به اصطلاح جان باختگان و همینطور در تطبیح رژیم ایران. و از اون تاریخ تا حالا هم اقدامات زیادی انجام شده در این مورد و دولت کانادا هم پیگیرش هست. منتها مسئله که هست اینجا جناب جازی، این مسائل وقتی جنبه حقوقی و به اصطلاح پیدا میکنه، مسائل حقوقی هم بسیار کشدار هستند در دادگاه های کشورهای به اصطلاح غربی و دموکرات. مسائل حقوقی یه مقدار زیادی طول میکشه. ما قضیه مشابه رو در کانادا سالیان سال پیش از این داشتیم که گروهی از سیک های هندوستان هواپیمایی هندوستان رو منفجر کردن در هوا و این هم کانادایی بودن. اون جریان هم گمانم 17-18 سال یا شاید بیشتر طول کشید تا بالاخره رسیدن به نتیجه نهایی که قضیه چی بوده و کیا مقصر بودن. این فاجعه هم من فکر میکنم مدت زیادی طول خواهد کشید تا نتیجه قطعیش مشخص بشه. البته اون چیزی که الان مشخص است کاملا واضحه و اون این است که سپاه پاسداران این هواپیما رو زده و 176 انسان بیگناه رو به قتل رسونده. چیزی جز این نیست. آقای موردی، در مورد این موضوع و این که این بازماندگان، باید اضافه بکنیم که بین این کسانی که جانشون رو از دست دادن زوجهای تازه ازدواج کرده با هم بودند و این جنایتی رو که جمهوری اسلامی عمدن انجام داده، یعنی هیچ بحثی درش وجود نداره که این کار عمدی بوده و تمام شرایط و اسناد و آنچه که وجود داره حاکی از این هست که این هواپیما مسافربری رو که در آغاز جمهوری اسلامی به کلی به اصطلاح انکار کرد و گفت که نه ما نزدیم و هواپیما دچار نقص فنی شده و با روی باز و با وقاحت زیاد آمدن و این مسائل رو عنوان کردن همین کسانی که مسئولین این جنایت بودند. و آیا تلاش هایی رو که داره میشه، فکر میکنید بتونه این مورد رو به دادگاه بین المللی لاهه بکشونه که اونجا واقعا یک نیروی بده به بازماندگان که بتونن در واقع این افرادی رو که این جنایت رو مرتکب شدن به دادگاه بکشونن و اونها رو محکوم بکنن به خاطر جنایتی که کردن، یا همونطور که اشاره کردید همین مورد هم به وقت زیادی نیاز داره؟ من تصور میکنم جناب اجازی آخر سر این موضوع به دادگاه لاحق کشیده خواهد شد
برای اینکه حکومت ایران به هیچ وجه همکاری نمیکنه با دولت کانادا و 4 دولت دیگری که اتباعشون در این جنایت از بین رفتن. بنابراین اینا آخر سر راهی نخواهند داشت جز اینکه برن دادگاه لاهه و این رو به عنوان یک دعوا اونجا مطرح بکنن. و متاسفانه بس این چنین است دیگه، همونطور که اشاره فرمودید در ابتدا این حکومت خودشون بعد از اینکه هواپیما را زدن گفتن نقص فنی بود، یعنی از اول دروغ گفتن و دروغگویی خب در ذات این حکومت هست. اینا اولین بار نیست که دروغ میگن، در خیلی موارد بوده اینها دروغ گفتن. بنابراین دروغگویی برای اینا یه چیز خیلی ساده و خیلی چیز خیلی معمولی است، براش هم یک کلاه شرعی هم درست کردن به اسم خودعه. بنابراین این کار رو اینا انجام میدن و 3 روز قایم کردن گفتن نقص فنی بوده. بعد از اینکه ماهواره های فضایی تونستن اون عکس موشک دوم رو بگیرن و مشخص شد که این موشک هست، خب دیگه نتونستن زیرش بزنن. ولی بعد رفتن در همون روز اول با بولدوزر رفتن آثار به اصطلاح آثار این جرم رو شروع کردن به تخریب کردن و پاک کردن و اینها. به هر حال اعمالشون کاملا نشون میداد که کار خودشون بوده و این دستوری اومده زدن. ولی چطور میشه یک هواپیمایی که از تهران داره بلند میشه، از فرودگاه داره بلند میشه، این یک جسمی داره پرواز میکنه میره بالا نمیاد به سمت شما. اگر یک هواپیمای مهاجمی بود، خب این هواپیمای مهاجم به سمت فرودگاه حرکت میکرد، به سمت تهران حرکت میکرد، نه اینکه بخواد از تهران دور بشه. خب این اشتباه که به این گندگی رو کسی نمیتونه بکنه، که به خصوص که الان سیستم های موشکی غیر زاله کامپیوتری هستن و اونطور نیست که بگیم اشتباه انسانی بوده، مثلا یه کسی همینطوری ماشه رو کشیده، مگه به همین سادگی هست؟ بنابراین کاملا فرمان شما صحیحه و حکومت ایران هم از زیر بارش داره در میده. ولی فکر نمی کنم که این دفعه مثل قضیه سینما رکس آبادان اینا برن 300 تا آدم رو در همون سالن سینما بسوزونن و بعدم خب یک نفر یا دو نفر اعدام بکنم و قضیه تمام بشه بره پیکارش. به این چنین نخواهد بود. دکتر مریدی، نظرتون راجع به عکس العمل اتحادیه اروپا و به طور کلی کشورهای بزرگ دنیا در این زمینه و این که گفته میشه واقعا زیاد نمیخوان با جمهوری اسلامی مقابله بکنند و فشار بیارن چیست و آیا واقعا این به اصطلاح حکایت درسته یا اینکه باز مسئله سیاسی است و مسئله‌ای که رجزخوانی سیاسی است؟ من فکر میکنم جناب حجازی، جمهوری اسلامی تبدیل شده به یک به اصطلاح عامیانه به یک گاو شیرده که همه ازش استفاده میکنن. روسا به یک شکلی، چینی ها به شکل دیگری، اروپایی ها، امریکایی ها به اشکال دیگری. روسا خب ایران رو ایران قوی هیچ وقت نمیخواستن، همیشه مهاجم بودن به ایران و بخشی از خاک ایران رو در طول این 200 سال گذشته خب فتح کردن، به خاک خودشون چسبوندن در شرق دریای خزر، در غرب دریای خزر و همیشه به عنوان اشغالگر در ایران بودن. این یک چیز کاملا طبیعی چیزیست که در تاریخ ما هست، چیز جدیدی هم مثل همه بودن میدونیم و خوندیم راجبش و الان هم حداقل کمترین بهرهی که روسا از این قضیه میبرن این است که صنعت نفت ایران رو خوابوندن، صنعت گاز ایران رو خوابوندن، خودشون در تولید نفت و فروش نفت و گاز به کشورهای دنیا اون سهم ایران رو به دست خود، بازار ایران رو در واقع خود به دست خودشون گرفتن و استفاده حداقل استفادهشون اون هست. در ارتباط با مسئله نیروگاه اتمی بوشهر هم در واقع اون قرارداد اونچنانی که با ایران بستن و آخر سر هم هیچ چیزی به دست ایران نرسیده و هنوز این نیروگاه برق اتمی حتی نمیتونه برق خودش رو تامین بکنه، خدا میدونه چندین میلیارد دلار از ایران پول گرفتن و از همین طریق یکی از همین زعمای روسیه در یک مصاحبه من شنیدم میگفت که از این طریق صنعت اتمی روسیه بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در واقع بازسازی شد با این پولی که از ایران بهش رسید. بنابراین روسا اینجوری دارن منافع خودشون رو میبرن. چین هم ایران رو و به ایران هم چیزی نمیدن. اگر به ایران چیزی میدادن باز الان میگفت که بله روابط اقتصادی یا سیاسی دوگانه دارن. برخود روسا با ایران در همین سفر اخیر آقای رئیسی
به روسیه کاملا مشخصه که اینها مثل ایران رو اصلا به حساب نمیارن، اصلا و ابدا به حساب نمیارن. اون بی احترامی که با آقای رئیسی کردن، من به خود رئیسی شخصا من کاری ندارم، ولی به هر حال ایشون رئیس جمهور کشور ایران هستن، بنابراین اون بی احترامی که ایشون کردن، این بی احترامی به کل ایران بود. بعد از چین هم همین داره جناب اجازه، در این زمینه صحبت زیاده که امیدوارم در فرصتی بتونم در خدمتتون باشم که سوالات متعدد دیگری که دارم مطرح کنم. با سپاس از جناب عالی، سپاس از بینندگانی که با ما بودید و سپاس از امیر شهرتی عزیز کارگردان فنی برنامه، تا فرصتی دیگر و گفتگوی دیگر و تا بازگشت حسین فرجی، روز و روزگار به شما خوش. متشکرم. دکتر مردی، یک دنیا